سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین خوب و سلامت باشین و امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشین. امروز هم نگاهی داریم به وضعیت مدارس در حکومت آخوندان. با شروع سال تحصیلی جدید، وزیر آموزش و پرورش رژیم اعترافات جدیدی در مورد وضعیت مدارس در ایران آخوندزاده کرده. نشون میده عمق بحران نظام آموزش ایران چقدر. به گفته این موضوع حکومتی، تعداد دانش آموزها 2% افزایش داشته، اما به جای فراهم کردن امکانات آموزشی با کمبود مدارس و امکانات آموزشی روبرو هستیم. این موضوع گفته که هنوز هم مدارس کپری داریم و 1000 مدرسه گلی و 2000 مدرسه کانکسی هستند. بعد هم خیلی از مدرسه ها به صورت مجتمعی اداره میشن، یعنی هم دوره ابتدایی و هم دوره متوسطه در یک مدرسه تحصیل میکنن. گوشه دیگه از این اعترافات برمیگرده به غیر استاندارد بودن کلاس ها. 42% از مدارس غیر استاندارد هستن و وسایل گرمایشی مناسب ندارن. جا داره که اینجا یاد کنیم از دانش آموزهای شیناباد و بپرسیم که پاسخ رویاهای سوخته اونها رو کدوم آمار و ارقام حکومتی میده. این چند روزه در مورد ترک تحصیل کودکان زیاد صحبت کردیم، اما فاجعه بارتر از آمار کلی کودکان محروم از تحصیل دخترانی هستند که مجبور شدن درسشون رو رها کنند. در استانهای مرزی رسماً 50% از دختران مجبور میشن ترک تحصیل کنند و این فقط مربوط به این استانها نیست. برای مثال در یکی از شهرهای مرکزی به اسم خنداب آمار انقدر فاجعه باره که خود فرماندار هم بهش اذعان کرده و گفته آمار ترک تحصیل دختران در خنداب تأمل برانگیز است. این مسئله ناشی از نبود زیرساخت‌های آموزشی در برخی مناطق و همچنین فقر مالی خانواده هاست. حتی طبق قوانین خود رژیم هم تحصیلات به خصوص تحصیل دوره ابتدایی باید رایگان باشه. پس چرا اینطور نیست و بودجه به اون اختصاص داده نمیشه تا جایی که عده زیادی به دلیل فقر مجبور به ترک تحصیل میشن؟ یکی از اعضای مجلس رژیم که نسبت به این موضوع اعتراض کرده، اواخر اسفند پارسال و همزمان با تصویب بودجه ها اینطور گفته: متاسفانه نگاه به آموزش و پرورش نیز در بودجه امسال آنطور که باید نبوده است. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته دنیا می‌بینیم که آنها دارای یک آموزش و پرورش قوی هستند، اما بودجه سال 96 همان تراژدی همیشگی را در مورد فرهنگیان اجرا کرده است. آموزش و پرورش تنها 5000 میلیارد تومان برای ارائه بدهی‌هایش و 20000 میلیارد تومان برای نوسازی زیرساخت‌ها نیاز دارد. آیا این مبالغ در بودجه سال 96 دیده شده است؟ تا وقتی که موضوعات دیگه‌ای مثل جنگ در سوریه، دخالت در کشورهای منطقه، سرکوب و ساخت موشک‌های جدید برای آخوندها در اولویت باشه، آموزش و پرورش هم کوچکترین ارزشی نداره. در تاریخ ایران یک تجربه به ثبت رسیده. وقتی که صحبت از تغییر و انقلاب بود، نسل جوان و دانشجوها و دانش آموزها پیشتاز میدان اعتراض شدند، دست به دست هم دادند تا انقلاب و خیزش رو به نتیجه برسونند. نسلی که یک بار در بهمن 57 خروشید و بعد از اون هم هزاران نفر از اون عاشقان آزادی در مسیر افشای چهره دیکتاتوری خونریز خمینی سربدار شدن، مثل دلاوران تابستان 67. یاد اونها که برای همیشه در تاریخ ایران و در خاطره و قلب مردمش جاودان شده. اما در ادامه اون نسل، نسلی هست که به خونخواهی اون خونهای پاک و برای آزادی و برابری مردم ایران برخواسته. نسلی از دانشجوها و دانش آموزها که در سراسر ایران جنبش دادخواهی رو تکثیر می‌کنه. با هم گوشه‌ای از فعالیت‌های نسل‌زان رو ببینید.